یک به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود شما دوستان یاران عزیزان مهربانان بانوان و سروران درود شما ایرانیان ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان قاتلان قبادان بیناموسان، مال مردم خوران، قاچاقچیان، خانم فروشان، امامداران و بیامامگان، ریشداران بیریشان، سرداران سپاه تشتکی، فوکولیها، کراواتیها، پاپیونیها، دور تا دور دنیا، دکتر، مثل دکتر احمدی نژاد، دکتر وطن فروشی، دکتر خود فروشی، دکتر خیانت، دکتر مزدوری، دکتر حماقت و دکتری در نوکری دزدان، دزدان عمامه به سر، دزدان بی عمامه، دزدان مجلس شوربا، دزدان مجلس خبرگان، دزدان مدرسه تشخیص، دزدان قوه قضاییه، دزدان قوه مجریه، اکبر دزده، رهبر دزده، آخوند دزده، آیت الله دزده، آیت الله العظما دزده، حجت الاسلام دزده، طلب جغل دزده، قاضی دزده، دزدی شرعی، دزدی با اجازه الله، الله بالایی. و الله بالایی 1400 سال پیش یک کتاب چاپ کرد، تالاپی انداختش پایین، گفت برید بخونید. یارو تلفن کرده، آقای فاضلی تو به قرآن اعتقاد داری یا نه؟ گفتم منظور شما چیه؟ شما فکر میکنی قرآن کلام خداست؟ گفتم خدا کیه؟ خدا رو قبول نداری؟ گفتم من قبول دارم، تو قبول نداری. خدا کیه؟ جواب نداشت بده، نمیشناسه خدا رو، نمیدونه خدا کیه. آخوند گفته خدا، اینم میگه خدا، نمیدونه خدا چه رنگیه، نمیدونه زن، مرد، جسم، روح، هیچی نمیدونه راجع به اینا. اما وقتی من بهش میگم خدا، یا تو خدا رو قبول نداری؟ من قبول دارم، تو قبول نداری. من میدونم راجع به چی حرف میزنم، تو نمیدونی راجع به چی حرف میزنی. به همین دلیل آخوند سوارت میشه، به همین دلیل آخوند یه الله تو آسمون داره، یه الله زیر زمین داره. تو نمیدونی خدا کیه. چرا؟ میدونم. خدا همه دنیا رو ساخته. چجوری ساخته؟ عمل بنا داشته یا خودش عملگی کرده؟ ها؟ نه، توی کتاب تورات نوشته خدا گفت بشه و شد و خدا خوشش اومد. تو قرآن هم نوشته خدا گفت کن و شد. اما این خدایی که یهو همه این کهکشانا رو گفت بگو بشه، جلو دهن من یکی رو نمیتونه بگیره. چقدر بی عرضه است؟ حریف یه شیطون کوچولو نشده. با جواب که نداری، گوشی رو برده فوش بده. جواب نداری. خدا چون پرسیدی قرآن چیه، بعد از این برنامه، بعد از پیشتر آمد برنامه، میگم قرآن چیه. و همچنین برای دوستانی که گفتن دیروز خیلی عصبانی بودی، شما ها اگه جای من بودین منفجر می شدین، دلیلش بهتون میگم.
در کشوری که شماها زندگی میکنید، کسانی که اعتقاد به مذهب شیعه، مذهب ساختگی شیعه، خود دین اسلام ساختگیه، چه برسه مذهب شیعه، دارند، دو تا الله دارن، یکیش طبقه هشتم آسمونه، یکی طبقه هفتم زمینه. اونی که طبقه هشتم آسمونه شمشیر دستشه، اینی که زیر زمینه این وقتی اومد رو زمین شمشیر میگیره دستش. الان باید پولاتو بدی به آخونده، آخونده ببره تو زیر زمین بده به اون، بعد تای چاسوبونهشو بخوره بیاد به تو بگه بفرما. چون اسلام نیاب محمدی باید سر پا وایسه. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. تمام کتاب‌ها، تمام دانشمندان، تمام کسانی که عقل دارند، اگر بیاری به یه آدم فریب خورده مذهبی بگی، میگه همش دروغه. این که آخونده میگه راسته. هر چقدر دانش و دلیل و دلیل علمی براش بیاری نمیخواد بفهمه. اما بیا بهش بگو محمد یه نصف شب خوابیده بود خونه، جبرئیل اومد در زد و بلند شد و سوار الاغ شد، رفت و دو ساعت سه ساعت برات قصه میگه، وقتی هم برگشت بعد این قصه ها هنوز رخت خوابش گرم بود و همه رو باور میکنی. اما من اگه بگم یه کتاب بخون، کتاب بخونم که کتاب رو کی نوشته؟ از کجا معلوم راست نوشته اون کتاب رو؟ آخونده راست میگه، من میخوام به این سواری بدم، تو میخوای من منحرف کنی، این سوار من دائم داره هین میکنه، من کیف میکنم، من میرم میدوزم میام این واسم حلال میکنه، تو چیکار میتونی واسم بکنی؟ خب من حرفی ندارم، پا منبر من چیکار میکنی؟ به من چرا گوش میدی؟ گرفتاری با خودت داری؟ برو سراغ آخونده. یارو به من تلفن کرده، فردوسی رو داره به من معرفی میکنه. فردوسی گفته که من شهر علمم، علیم در است، درست این سخن گفته پیغمبر است. فردوسی گفته من به مهر نبی یا علی گفتم گوهرهای معنی بسی سفتم. آخوند هرچی میگه اون باور میکنه. فردوسی رو نمیره بخونه، مزخرفاتی که به نام فردوسی میان تحویلش میدن حفظ میکنه. فردوسی یوسف و زلیخا گفته، به من داره میگه که فردوسی یوسف و زلیخا گفته. خب ببخشید این لغت رو باید بگم، یا خودشو به خریت میزنه یا من خر حساب میکنه. آخه مگه میشه آدم اسم فردوسی رو بلد باشه بعد همین سه چهار تا شعر رو از فردوسی بلد باشه؟ فردوسی اصلا اسم خدا رو جایی نمیاره. وقتی میخواد با اون یارو صحبت کنه میگه الا ای برآورد چرخ بلند، به پیری چه داری مرا مستمند، چو بودم جوان برترم داشتی. داره دعوا میکنه. امروز خیام آورده بودم براتون، یه چیزایی هست از خیام شماها ببین. خیام نه از کسی میترسه، نه خدایی رو قبول داره،
نه موهوماتی را قبول داره. میگه روزی است خوش و هوا نه گرم است و نه سرد، ابر از رخ گلزار همی شوید گرد. یه نم نم بارونم داره میاد. بلبل به زبان حال نزد گل زرد فریاد همی کند که می باید خورد. نه اینکه فکر کنید خیام 24 ساعته نشسته بود عرق خوری میکرد. این دهنکجی به ملاست، دهنکجی به شیخه، چون شیخ و ملا پایه کارشون بر مبنای حد زدن گذاشتن. خودش در خلوت همه کار میکنه، واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنند. که دوست بسیار گرانمایه من زنده یاد دکتر منادی مهر گفت بر سر منبر چو میگردند عرعر میکنند. رفته بود پیشواز این شعر، خیلی قشنگ گفته بود. اون قصر که جمشید در اون جام گرفت، آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت، ویرانه شد. بهرام که گور می گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. و همینجوری چیز می زنم، میگه چندان بخورم شراب چین بوی شراب آید ز تراب چون روم زیر تراب. تراب یعنی خاک. انقدر من مشروب بخورم به کوهی چشم این آخونده که وقتی منو چال کردن از زمین بوی شراب بیاد. گر بر سر خاک من رسد مخموری، از بوی شراب من شود مست و خراب. خب اینها هست، یه ها میرن یه مزخرفاتی رو در میارن که آخوندها گفتن و میگن اینم خیام گفته، روش سیاه شد، رب توبه کرد، روش سفید شد. همه این شعرها رو کسی قبول نمیکنه. اون مزخرفی که آخوند میگه همه قبول میکنن، اعتقاد دارن، اعتقاد، ایمان دارن. ما لعبتگانیم و فلک لعبت باز، از روی حقیقتی نه از روی مجاز. بازیچه همی کنیم بر نطع وجود، افتیم به صندوق عدم یک یک باز. منتها تو گرفتاری دینه میترسی، میگی وقتی من مردم، پادشاه های مصر میدونی چکا میکردن وقتی میمردن یه مقداری کنیز و غلام و پول و غذا و اینا باهاشون چال میکردن، برای اینکه تو مغزشون رفته بود وقتی مردن باز زندگی، نمیخواستن بفهمن که وقتی مردی باز آمدنت نیست، چون رفتی رفتی. سخته، تموم میشه، نه تو ببیری شب اول قبر این دیوارهای قبر فشارت میده، آب لمبو که شدی ولت میکنه، بعد حیف رو تلویزیون همه حرفا رو نمیتونم بزنم. آخه چقدر آدم مزخرف قبول کنه، چقدر شر ور قبول کنه و مثل ببایی بگه با. بعد شما به من میگی آقای فاضلی چرا عصبانی میشی؟ اومدن گفتن فردوسی رافضیه. فردوسی با اون قدرت که یارو اومده ادای فردوسی رو در آورده، گفته که من شهر علمم، علیم در است، درست این سخن گفته پیغمبر است. یعنی اون جمله عربیه که به محمد شیعه ها درست کردن و وصلش میکنن، انن مدینت العلم و علیون بابها، اینو فردوسی رو اومده این کارا رو کرده. نه دروغه. میدونی چرا این کارو کردن؟ یه عده‌ای با نیت خوب، برای اینکه شاهنامه بمونه، اینها رو از زمان صفویه به بعد درست کردن.
که کشور ایران شیعه شد. پادشاهان صفویه دشمن شعر بودن. زمان صفویه هر کسی شعر ملی میگفت باید از ایران فرار میکرد، میرفت به هند. اصلا سبک هندی از اونجا درست شد. اینا آمدن یه کاری کردن که این از بین نره. حافظ و ملکوتی کردن، مولانا رو امام کردن، پیغمبر کردن، فردوسی رو رافضی کردن. آخه همین چیزی دیروز امروز چند شنبه است؟ سه شنبه است. روز یه شنبه یه جایی بودم، یه کسی داشت حافظ میخوند، از بی بسم الله تا تی تمتش غلط میخوند و همه رو با کله از من تصدیق میخواست. من نمیدونم چی کار باید میکردم. شعر حافظی که غلط میخونه مثل این که یه سیخ تو کمر من فرو میره. متاسفانه توده مردم ایران اینجوری شدن و بعدم همه فکر میکنن همه چیز میدونن. من اینجا یک ساعت حرف میزنم، بعد یه ساعت میگم آقا یه حرفا رو من از رو کتابا دارم. من از اون وقت حالا کتاب همش دارم براتون باز میکنم، از خودم چیزی نمیگم. آقا آخرش اینه نمیخوای بفهمی؟ این قرآن تو آسمون چاپ نشده، آسمون چاپخونه نداره. یک شخصی 1400 سال پیش، 1423 سال قمری یا 1388 سال شمسی پیش، تو صحرای عربستون اومد گفت من با یک کسی اون بالا رابطه دارم، هر وقت کاری داشته باشم اون یه چیزایی میگه. 13 سال راه رفت، چون زنش پولدار بود احتیاج به کار کردن نداشت، یه مقداری حرفا رو تحویل مردم داد. مردم هم گفتن بلش کن با هرچی میگه بگه. این سوره آیت الکرسی شما میخونید، اون آخرش که میرسید که انهو لمجنون الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم نهو، اینا رو میگی تا آخرش میری، میدونی یعنی چی؟ مردم پسر عموهای محمد، فامیلای نزدیک محمد گفتن این دیوانه است. هیچ کدومشون هم سنگ نشدن. الله جواب داد، چون الله نشسته بود همه دنیا رو ول کرده بود، نشسته بود اینو محمد چیکار میکنه. بهشون بگو تو مجنون نیستی، مجنون خودشونن. این قرآنیست که توی امریکا توی چیز عرش چاپ شده، انداختن پایین تو لوح محفوظ بوده. بعد خود محمد اینا رو جمع نکرد. شما قرآن رو اگر بخونی آیات تکراری زیاد داره، برای اینکه یه وقت میگفته 6 نفر میشنیدن. این به اون میگفته، اون به اون میگفته، عوض دگش میشده، هر چی میشده. اینا بعد 40 سال شروع میکنن اینو جمع کردن. 40 سال از شروع اولین آیه، هر کی هر چی یادش بوده آورده گفته، هر کی هر مدرکی داشته آورده اونجا. چند نفری نشستن بالا پایین کردن، گفته اون خوبه بنزیمش بذاریش این تو، این بده بنزش دور. اینا رو بیاییم پشتر هم بذاریم، اسمش بذاریم سوره گاو ماده، اون اسمش بذاریم سوره زنان. اینا رو محمد یا الله یا لوح محفوظ نامگذاری نکرده، اینا رو سعی کردن. شما از اول تا آخر همین جوری
باز میکنم جواب میکنم، سوره انفال میاد، برین بدوزین بیارین بدین به من. سوره اعراف آیه 53 براتون میخونم تا ببینید که هیچ ربطی سوره ها به هم، آیه ها به هم نداره. آیا انتظار تأویل آن را دارند روزی که تأویل آن بیاید؟ افرادی که قبلا آن را فراموش کردند میگویند پیغمبران خدای ما حقیقت را برای ما آوردند. آیا شفیعهایی وجود دارند که شفاعت ما را بکنند؟ یعنی دلالی چیزی هستش جایی؟ یا ما را برگردانند تا عملی غیر از آن چه می کردیم بکنیم؟ آنها خودشان ضرر کردند و شفیعانی را که به دروغ می تراشیدند پیدا نمی کنند، مثل امام حسن و امام حسین و نمیدونم امام رضا و اینا. اینا شفیعایی است که به دروغ تراشیدند. آیه 54. حالا ببینید این دوتا با همدیگه هیچ ربطی داره؟ خداوند شما خداست که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید، آنگاه به عرش پرداخت، روز را با شب می پوشاند که با میل دنبال آن می گردد، خورشید و ماه و ستارگان به امر او مسخر شده اند. بدانید که آفرینش و فرمان در اختیار اوست، خدا فرمان روا و سرور تمام افراد بشر، پاک و پربرکت است. اگرم باور نکنی گردن تو با شمشیر میزنم. آیه 55. خداوندتان را با تضرع و پنهانی نخوانید، چون او افراد متجاوز را دوست ندارد. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی بهتون تجاوز کرد بزنین پدر صاحب بچه رو در بیارین. من اینجوری میفهمم. آیه 56. در زمین پس از اصلاح آن فساد نکنید و او را با ترس و امید بخوانید، چون رحمت خدا به افراد نیکوکار نزدیک است. آیه 57 هم میخونم میذارم کنار ببینم شماها چیزی از این قرآن میفهمید یا نه. اوست که قبل از رحمتش بادها را برای بشارت میفرستد، اولش باد میاد، تا اینکه ابرهای سنگین را جابجا کند. این ابرها که رو آسمون خیلی سنگینه، باد میاد ابرها را جابجا میکنه. ما آن ابرها را به طرف سرزمین مرده میبریم و از آن باران نازل میکنیم و به وسیله آن هر نوع محصول پدید میآوریم. ما مرده ها را این طور زنده می کنیم برای اینکه شما متوجه شوید. سوره اعراف بود از آیه 54 تا 57. برید خودتون بخونید. حالا تو به من چی میگی؟ این کتاب کجای آسمون چاپ شده افتاده؟ اینا اومدن یه چیزایی رو دور هم نشستن گفتن اینو بذاریم، اینو نذاریم، اینو بذاریم، بعدم تیکه تیکه کردن. اون وقت اینی که میگه مثلا سوره بقره، فکر نکنید یه داستانی از اول تا آخر سوره بقره. وقتی میخونی حوصله سر میره، میگه این چیه؟ میگه این شروع سوره بقره، من براتون میخونم باز. من ببین من همه رو با کتاب دارم حرف میزنم، حالا هر کی میخواد بفهمه، هر کی هم نمیخواد نفهمه. این کتابی است که هیچ شکی در آن نیست، راهنمای افراد پرهیزکار است. اینجا دروغی آقای بختیار نژاد ترجمه کرده. لا رئیس هیچ رتب و یابسی نیست که در این قرآن نیست. پرهیزکارانی که به غیب ایمان دارند و نماز را برپا می دارند و از آنچه روزی آنها ساخته ایم انفاق می کنند، افرادی که به آنچه تو نازل، به تو نازل شد و به آنچه قبل از تو نازل شد، یعنی منظورش تورات و انجیله، ایمان و به آخرت یقین دارند، چنین افرادی از جانب خداوندشان هدایت شدند و چنین افرادی موفق و رستگار هستند. اول کاره. بعد از این اینم این مدنی هم هست، بعد از این گفت نه اونا کتاباشون رو عوض کردن، گردنشون رو بزن.
وقتی ایمان میاری همه چی به هم میخوره. قربونش برم علی ابن ابی طالب با دست مبارکش 700 نفر گردن زد. اسخر قاتل 10 نفر کشته بود، 8 نفر کشته بود، اون بلاها سرش بردن. میگه آدم با آدم فرق میکنه. این آخوندا قربونش برم هر رو دارن اعدام میکنن. شرعیه شرعیه. خب وقتی نمیخوای یه چیزی رو بفهمی بعد به من میگی چرا عصبانی میشی؟ دیگه نمیشم. ادامه یه کتابی که دیروز داشتم براتون میخوندم، من سعی میکنم خسته نشم. خیلی کارها میارن که من خبر نیم. فرض کنید یک چیزی پیدا شده بود، دستخط امام زمان. مدتی پیش تصویر اسکن شده ای از نامه منسوب به امام زمان، توجه کنید، به خط فارسی نه عربی، امام زمان فارسی، در تهران و مسجد جمکران توزیع شد و در نشریه خورشید نیز به چاپ رسید. به تعداد زیاد در محافل مذهبی تکثیر و در سایت‌های اینترنتی منتشر شد که در آن اشاره شده این دستخط امام زمان است. خادم مسجد آن را پیدا کرده. خادم مسجد نوشته در تاریخ 12 محرم 1404 هجری قمری صندوق موقوفه مسجد را که نزورات و کمک‌های مردمی مردم ببایی در آن جمع و صرف اطعام به نام حضرت ابوالفضل علیه السلام و عاشورا و مناسبت‌های دیگر دینی می‌شود، باز کردم، مشاهده نمودم به همراه پول‌های درون صندوق نامه‌ای در آن انداخته شده که روی آن 2 عدد شکلات تقریبا بزرگ قرار دارد، در حالی که همه می‌دانیم این شکلات‌ها هر چقدر کوچک باشند ممکن نیست از روزنه باریک صندوق به درون آن وارد شده باشند. معجزه شده، معجزه، مثل معجزه 19 قرآن، معجزه است. اینکه چرا امام زمان ناگزیر شدند وجود خود را با انداختن 2 شکلات در صندوق مسجد اثبات کنند مشخص نیست. این امام زمان شکلاتیه. اما مشخصتر این است که به مصداق هرچه دروغ بزرگتر باورش آسانتر، هرچه دروغ عوامانتر عوام پذیرتر خواهد بود. خریدار داره، امامزاده خریدار داره، زری خریدار داره، چاه خریدار داره. اگه 300 تا چاه تو ایران بکنن 300 تا امام زمان بذارن توش، خریدار داره. چاه امام زمان امامزاده دنبه، چاه امام زمان امامزاده بیغیرت، چاه امام زمان امام رضا، چاه امام زمان سید احمد، قم که داره یه چاه امام زمان، این شمال تهران امامزاده صالح، چای امام زمان امامزاده صالح. امام زمان زیرزمینی، مثل تونل زیرزمینی. راجب اعتیاد دینی صحبت میکردیم. زیان اعتیاد مذهبی به صورت عقب ماندگی و جمود فکری و کوری ذهن و فرو رفتن در موهومات نمایان میشود که انسان را از درک تمدن جهانی و پیشرفت‌های علمی باز می‌دارد، مانند آنچه در ایران می‌گذرد. در پایان باید گفت که عبادت بر حسب عادت نشانه بزرگترین بدبختی است. باید انسان خود را از قیود بیهوده و ناهنجاری‌های مذهبی برای روشن دیدن جهان آزاد آزاد سازد. در تضادهای دین و دانش میخونیم تاریخ اختلاف بین علم و دین بسیار قدیمی بوده و به صورت مختلف بروز کرده است. دین غالباً با حالت دفاعی در مقابل اعتراضات و توضیحات
علم مقاومت میکند، اما علم بدبختانه توسط سازمانهای مذهبی از حرکت باز میایستد. اگر این دین عیسی نمیومد، عصر فروغ 15 قرن جلوتر میومد، ولی اون فشارها باید میومد که مردم مغزشون باز بشه، این همین فشارهایی که تو ایران داره میاد. در مقابل حقایق علمی، مذهبیون متعصب که گرفتار جمود فکری بودند از فشارها کاستند و امروزه می رود که نفوذ مذهب از روی علم برداشته شود، ولی نه به این زودی ها، زیرا اکثریت بشر از فرهنگ به دور هستند. علم نشان داد در کره زمین آدمیان ساکن بران در جهان و طبیعت مقام خاصی ندارند. همه‌شون مثل حیوانات هستند، هیچ فرقی نمی‌کنه. حیوانات هم دیگر رو نمی‌کشند، بشر هم دیگر رو می‌کشه. این اصلی است مسلم که همه چیز در مقابل قوانین جهان یکسان نگریسته می‌شود. در سال 1178 میلادی، در حدود 900 سال پیش یا یک کمی بیشتر، آقای هارامبام یک کتابی به نام میشنه تورا این رو تألیف کرد. بزرگترین منقدان او ربای ابراهیم ابن داوود یا دیوید اظهار داشت: به نظر من کلامات این شخص، یعنی هارامبام، نشان می‌دهد که رستاخیز کالبد وجود ندارد. سوگند که این عقیده علمای یهود نیست. به علاوه شمائیل دانشمند گاونی نیز نظر هارامبام را محکوم کرد، در حالی که شما تمام تورات رو که بخونید توی اون پنج کتابی که مال موساس، یک کلمه راجع به رستاخیز وجود نداره. رستاخیز رو از دین زرتشتی گرفتند. موسی می گفت که یهوه گفته اگر تو بدی بکنی از چهار پشتت انتقام می گیرم و اگر خوبی بکنی به هزار پشتت من خوبی خواهم کرد. نه بهشتی بود نه جهنم، ولی وقتی اومد نوشت، آخوندها چون دیدن مردم اگر از بهشت و جهنم نترسن پولو نمیدن، اومدن همه چیز به هم زدن. به نظر من کلمات این شخص هارامبام نشان می‌دهد که رستاخیز کالبد وجود ندارد. سوگند که این عقیده علمای یهود نیست که اون گفته. هارامبام مجبور شد در سال 1191، یعنی 13 سال بعد از اینکه کتاب اولش نوشت، رساله رستاخیز مردگان را بنویسد تا از تهمت‌ها و بی‌احترامی‌ها رهایی یابد، در حالی که این رساله هیچ ارزشی نداشت. اسپینوزا، یکی از بزرگترین فلاسفه اخیر که یهودی بود، اسپینوزا این انسان با خرد در کنیسه یهودیان در آمستردام شاهد اتفاقی بود. او دید شخصی به نام پائیل آگوستا در آستانه در بر روی زمین افتاده و اربابان کنیسه هنگام عبور او را لگدمال می کردند، یعنی زیر لگد میخواستن بکشنش آخوندا. اسپینوزا از پدر پرسید گناه این شخص چیست. پدر گفت: به طور خلاصه آگوستا با دستورات دینی موافق نمی باشد. الله که عرضه نداره، ما خودمون میکشیمش. و کنیسه او را به علت افکارش از اجتماع خیش بیرون کرده است. اسپینوزا از او دفاع کرد، ولی سیلی محکمی بر صورتش خورد. بیچاره آگوستا با آن خفت مغز خود را با کلوله شکافت و به دیگران که زیر دست مذهبیون جاهل کشته یا سوخته شده بودند پیوست. در دنبال این حادثه اسپینوزا هم به واسطه عقایدش از جامعه یهودیان اخراج شد. او در کتب مختلف نظرات خود را درباره کلمه خدا و عقاید مذهبی نوشت، در نتیجه مردود شناخته شد. در چند سال پیش در اسرائیل از او و عقایدش دفاع و اعاده حیثیت کردند و او را به عنوان یکی از فلاسفه برجسته یهود شناختند. در مقابل علم مجبورند کتابیان. امروز
اینایی که گذاشتم براتون از کتاب میخونم، باز میخوام به شما بگم من از خودم چیزی ندارم بگم. من دین جدیدی نیوردم. من اتفاقاتی که در دنیا افتاده میرم جمع میکنم برای شما میارم. دلتون میخواد قبول بکنید، دلتونم نمیخواد قبول نکنید. گالیله عالم ریاضی و فیزیکدان ایتالیایی که در طب هم وارد بود در سال 1564 میلادی پا به عرصه جهان نهاد، سپس به علم نجوم علاقه مفرط نشان داد. گالیله اولین کسی بود که گفت، قبل از اون کوپرنیک هم البته گفته بود، کپلر هم گفته بود، ولی این با دوربینی که درست کرد ثابت کرد این کار رو. او اولین دوربین نجومی را اختراع کرد، به وسیله آن نشان داد که فرضیه قدیم بر مرکزیت زمین بسیار غلط و اشتباه است. به عکس آفتاب مرکزیت دارد. او در سال 1632 کتابی درباره حرکات کرات نوشت. یک سال بعد پاپ زمان او را به روم دعوت کرد. اظهار داشت عقیده شما درباره حرکت زمین به دور آفتاب کفر محض است، اعتقادات ما را خراب میکنه. ما قبول داریم که خورشید دور زمین میگرده، اعتقاد داریم، توی کتابی که تو آسمون چاپ شده تالاپی افتاده پایین نوشته شده. پس اگه تو غیر از این بگی کفر گفتی. گالیله را مجبور کرد زانو بزند و از آن عقیده استغفار به طلبت. آن دانشمند استغفار خواست، اما وقتی بیرون رفت با انگشت بر روی زمین نوشت زمین حرکت می کند. این دانشمند در سال 1642 چهره در نقاب خاک کشید. کپلر، این رادمرد ریاضیدان و منجم ایتالیایی، تا سال 1584 دام پروری می کرد. بعدم به واسطه استعدادش به دانشگاه توبینگن فرستاده شد. چون عقایدش و نظراتش با احکام جاری موافق نبود در فشار قرار گرفت. مجبور شد از ایتالیا بگریزد و به دانمارک پناهنده شود. در آنجا با مطالعه درباره ستارگان سه قانون مهم نجومی را پیدا کرد. نیوتن با اتکا به آنها قانون جاذبه را کشف کرد. کپلر که با قوانین خود تمام نظریات قدما را درباره حرکت سیارات به ویژه کره زمین مردود می‌دانست، به همین علت، چون توی کتابی که تو آسمون نوشتن افتاده پایین نوشته نشده بود، به همین علت به قربت رفت و در فقر و فاقه و نداری در شهر راتیسبون درگذشت. شاید از ناسپاسی ها دق کرد تا از ظلم مذهبیون جاهل راحت شود. خب من این که دارم دائم با این حرفا سرکله میزنم، و اینها رو که شماها وقت ندارید بخونید میخونم، میام براتون تعریف میکنم که شما خسته نشید، اون وقت یه عده‌ای که مأمورن، یه عده‌ای هم ناخودآگاهانه، بچه های بین 15 تا مثلا 22 ساله مغزشویی مذهبی شدند. من اون مسئله رو براتون گفتم که یارو اومدم قصابی پپسی کولا میخواست، هرچی به اینا بگی میگه پپسی کولا. من راجع به خدا باهاش بحث میکنم نیم ساعت، بعد میگه آقا پر روح چیه؟ ببین ریختن تو مغز اینا. میگم هرچی شما میگی درسته، من با تو کاری ندارم، من با نسل بعدی کار دارم. چون الان من میبینم، خب از جاهای مختلف برای من عیبش همه گفتی هنرش نیز بگوی، بچه های 16-17 ساله چقدر خوب میفهمن منو، چقدر راحت بحث میکنن و چقدر دارن کارهایی که من میکنم توی ایران دارن بازش میکنن، از خودشون دارن مایه میذارن. آه.
کشور ما جمع ازداده. وقتی که میای اینا رو با هم دیگه مقایسه میکنی میبینی یه چیزایی خیلی با هم دیگه فرق داره. من اگه بتونم دوتا دانشمند دیگر رو میخونم، یکیش ایرانیه، هر دوش ایرانیان، ابو نصر فارابی. او فیلسوفی عالی مقام بود که طب را نیز آموخت، به طور کلی در تمام علوم زمان ید طولایی داشت. از نظر مالی تنگ دست و برای مطالعه از چراغ قندیل پاسبانان استفاده می کرد. او پیرو مکتب ارسطو و افلاطون بود، صدها رساله درباره مطالب مختلف نوشت. فارابی می گفت ممکن نیست که ارواح بشری پس از فنای کالبد و بدن دیگه باقی بمونن. وقتی کالبد رفت دیگه روحی وجود نداره. اینو باور کنید حقیقتیه. البته این نظریه برخلاف عقاید بیپایه مسلمین بود. فارابی در موسیقی استاد برجسته بود، می گفت عقاید فلسفی از اخبار مذهبی دقیق تر هستند. با این نظر از دست ملاهای جاهل فرار کرد و عزلت گزید و روشنفکران زمان او را ارسطو یا معلم ثانی لقب دادند. او در سال 260 هجری قمری پس از 80 سال عمر با رنج و بیمهری درگذشت. ابو علی سینا شهرت این انسان والا به واسطه فضل و دانش در جهان بود. او را خدای علم پزشکی می دانستند. قرنها کتب پزشکی او حتی در اروپا تدریس می شد. این دانشمند توانا مخالف خرافات مذهبی و رهبران جاهل و اندیشه آنها بود. بدین سبب متعصبین نادان مسلمان دشمن این نابغه بودند و تبلیغ می کردند که او زندیق است، زندیق یعنی کافر، و گفتارهایش کذب می باشد، لذا مورد بی‌لطفی های فراوان قرار گرفت. ابو ریحان بیرونی این انسان برجسته و لایق در خوارزم ایران متولد شد. سلطان محمود با تهمتی که مردم به استادش زده بودند آنها را پیرو فرقه اسماعیلیه معرفی می کردند. سلطان بیخرد مانند سایر مقتدران عالم دستور کشتن این استاد رادمرد را داد، اما به شاه گفتند که ابو ریحان بزرگترین عالم زمان است، علمش نامحدود و تفکرش بسیار گسترده است، لذا از کشتن او خودداری کرد. ابو ریحان نسبت به عرب خیلی دشمن بود، زیرا می گفت این عرب وحشی کتابخانه های ایرانیان را به آتش کشیدند و باعث بدبختی های نامحدود برای مملکت ما گردیدند. او به مافوق و طبیعه بی‌اعتنا بود و دین را شایسته انسان آزاده نمی دانست. اینا بزرگان مملکت ما بودند. اگه به آخونده بگی میگه همشون شیعه بودند. تو حرف اون قبول میکنی، حرف من قبول نمیکنی، حرف این کتاب قبول نمیکنی. ابوبکر محمد زکریای رازی، او در نیمه دوم قرن سوم هجری در شهر ری به دنیا آمد و در سال 313 یا 323 چراغ عمرش به خاموشی گرایید. 60 یا 70 سال عمر کرد. او در دو کتاب خود به نامهای نقض الادیان و مخاریق الانبیا که در کتاب تاریخ فلاسفه ایرانی تألیف دکتر علی اصغر حلبی بیان شده چنین میگوید: معجزات مدعیان نبوت یا پیغمبری چیزی جز خدعه و نیرنگ و فریب نیست. ابو محمد زکریای رازی. مبانی و اصول ادیان با حقایق مخالفت و مغایرت دارد، به همین سبب هم میان آنها اختلافات بسیاری دیده می شوند. علت اعتماد و اعتقاد مردم به ادیان و اطاعت از پیشوایان مذهبی تنها به واسطه عادت است. ادیان و مذاهب علت اساسی جنگ ها مخالفت با اندیشه های فلسفی پژوهش های علمی هستند. کتاب هایی که به نام کتب مقدس آسمانی معرفی شده اند کتاب هایی خالی از ارزش و اعتبار هستند. در مورد حلاج که قدرت روشنفکری او سبب شد که بگوید انالحق و آن را سه بار تکرار کرد، به واسطه این گفتار او را تکه تکه کردند، در آتش سوزانیدند، زیرا متعصبین متحجر مغز می گفتند او کافر است.
هر کسی فهمید این گرفتاری ها رو داشته، مال امروز نیست. خیام وقتی این اشعار رو میگفت در زمان حیاتش کسی نمیدونست خیام این اشعار رو میگه و الا تک تکش میکردن. ملت ما امام محمد ابو حامد غزالی رو خوب دوست دارن. بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در طرف چمن روی دلفروز خوش است. از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست، خوش باش خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است. ما همینجوری به صورت فال براتون میگیرم. البته فال من اعتقاد ندارم، یعنی همینجور باز میکنم میگم. ترکیب پیاله‌ای که در هم پیوست، به شکستن آن روا نمیدارد مست. یه پیاله رو، یه جام رو که وقتی درست میکنند، حتی یه آدم مست این جام رو نمیشکنه. ترکیب پیاله‌ای که در هم پیوست، به شکستن آن روا نمیدارد مست. چندین سر و پای نازنین از سر و دست، بر مهر که پیوست و به کین که شکست. جای دیگه میگه گر نیک آمد شکستن از بهر چه بود، ور نیک نیامد این صور عیب کراست. الله همه این جوابا رو داره، برو ازش بپرس، به آخونده بگو بهت میگه. در هر دشتی که لاله‌زاری بوده است، آن لاله ز خون شهریاری بوده است. هر برگ بنفشه که از زمین میروید، خالی است که بر رخ نگاری بوده است. آن بر سر سبزه پا به خاری ننهی، یادم نیست دیگه. وقت سحر است خیز ای مایه ناز، نرمک نرمک باده خور و چنگ نواز. کانها که به جایند نپایند دراز، کانها که به جایند نپایند دراز، وانها که شدند کس نمی آید باز. تو بی ترسی از این، برای همین فشار اول قبر رو قبول داری. آخوندم از همین خریت استفاده میکنه و پول ازت میگیره. من مجبورم لغت خریت رو بگم. اگر کسی باور کنه که وقتی گذاشتنش تو گور این دوباره جمع میشه، اون زنده میشه، انکر و منکر میاد، میشینن حرف میزنن، اونا عربی میپرسن، این ترکی جواب میده، یه تلنگر بزن اینجا. من نمیگم باور نکن، سوال کن آخه چه جوری ممکنه زمین بیاد تو رو فشار بده؟ چرا تو امریکا زمین فشار نمیده؟ فقط توی هر جا شیعه ها باشن این زمین فشار میده. بخوای باور کنی باور کن، زندگی خودته. زین پیش نشان بودنی ها بوده است، پیوسته قلم ز نیک و بد ناسوده است. تقدیر تو را هر آنچه بایست بداد، غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است. این شعر مال خیام نمیتونه باشه، همون جوری که یوسف و زلیخا مال فردوسی نمیتونه باشه. به صادق هدایت گفتن تو چه جور میفهمی این شعر مال خیام هست یا نیست؟ گفت من بو میکنم شعر رو، ببینم اگر بوی خیام داد. البته برای خیلی ها سخته این حرف رو باور کردن، ولی صادق هدایت این کار رو میکرد. گویند کسان بهشت با حور، همون حوری خونه معروف، گویند کسان بهشت با حور خوش است. من میگویم که آب انگور خوش است. این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار،
کاواز دهل شنیدن از دور خوش است، بوی خیام میده. همین حافظ گفت تا به که ای زاهد فریبی، به سیب بوستان و جوی شیرم. همین حافظ گفت من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم. همین حافظ گفت پیر مغان حکایت معقول می کند، معذورم ار محال تو باور نمی کند. امیدوارم تلافی داد بیدادهای دیروز در اومده باشه. شما یه مقداری امروز راحت زندگی کرده باشید با من و به هر صورت اگر یه وقتی اختیار کلام در میره من پوزش میخوام، ولی بعد که میرم نگاه میکنم میبینم نه، حقایقی گفته شده. بعضی چیزها رو بی پرده باید گفت. آقای دیشب بود تلفن کرده بود به من که آقای فاضلی این فروهرات چجوریه که گرفتی باد کرده. باز آخر کار شد این فروهرام اینجوری، آقا این تلاییشه، این نقرهیشه، دستبندش هم نقرهیه، چهار تا فروهر بهش آویزونه. اینها قیمت 60 دلاره به اضافه مخارج پست. اون فروهر نقره‌ای با 4 تا بهش آویزونه 100 دلاره به اضافه هزینه پست. دیگه اگر خواستین نمیدونم، اون دوستانی هم که در پاکستان هستند وسیلهشون نمیدونم چجوریه، نتونستم هنوز چون دیروز گرفتاری های زیادی داشتم، باز باید برای آزمایش خون و این حرفا می رفتم. حالا امروز یا فردا وقت کنم یه زنگی بهشون بزنم. دوستان عزیزم، دوستان گرامی، سروران، بزرگان، من حرفایی که می زنم حرفاییست که تو کتابا می خونم و همون سخن سعدی، من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. اگر شما هم کتاب بخونید با من هم عقیده میشید. رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رضافاضلی.org، رضافاضلی.net تبلیغات گوگل روشه. اگر برید تبلیغات رو ببینید 10 سنت به من میدن، از شما چیزی نمیگیرن، مفتیه. رضا فاضلی پارس دو نقطه blogspot.com، mpahlavi.com، رضا فاضلی 10، mpahlavi، blogspot.com، رضا فاضلی نمیدونم .com یا blogspot.com، رضا فاضلی 10. به هر صورت داریم هر جوری هست اطلاع رسانی رو میکنیم تا ببینیم این خرد به چه صورتی در ایران پخش خواهد شد. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.